سلام عرض دارم به تمام هموطنان عزیزم و همچنین تشکر دارم از تهیه کنندگان این برنامه. من دکتر رضایی هستم، 30 ساله در هلند هستم. من مولکولر سل بیولوژی استادی کردم در دانشگاه فو در آمستردام، بعد به دانشگاه لیدن رفتم برای اینکه دکترای خودم رو در ژنتیک عملی بگیرم در دانشکده پزشکی لیدن، و در حدود 20 ساله که کار میکنم و در این طی 20 سال تخصص خود رو در سیستمز بیولوژی گرفتم. سیستم بیولوژی ترم جدیدیه در ساینس، ترکیبی از سابجکت های مختلف مثل ژنتیکس، بایوکیمیستری، سل بیولوژی، لیپید بیولوژی اتسترا. من در بخش اول از من تقاضا شده در راجب چاقی صحبت کنم و عوارضی که از چاقی ناشی میشه مثل مریضی قند نوع 1 و 2 صحبت کنم. شروع میکنم اول به مسئله چاقی. قبل اینکه بخوام چاقی رو توضیح بدم، باید اول اشاره کنم که در انسان به طور کلی ما دو نوع انرژی داریم. یکی انرژی سریع که شکر گلوکوز که به صورت گلایکوژن در داخل کبد و مایچه ها ذخیره میشه. اگه بتونم برای شما به عنوان مثال بگم یه آدم بالغ که کبدش حدود 1.5 کیلوگرمه، حدود 10 تا 15% شکر انبار میشه و این در حدود 200 گرمه، این خیلی زیاده. و یه نوع دیگه انرژی هست، انرژی آهسته که به صورت تریگلیسیرید انبار میشه و در سلولهای چربی داخل بافت چربی و انبار میشه و داخل سلولهای چربی ما یه نوع خونهی داریم به این صورت ما میگیم، بهش میگیم قطرهای چربی و تریگلیسیرید داخل این قطرهای چربی داخل سلولهای چربی در بافت چربی ذخیره میشه. وقتی انرژی سریع در دسترس بدن، سلولهای بدن و بافتهای بدن نباشه، انرژی سلو یا آهسته انرژی آزاد میکنه و باعث میشه که بافتها و سلولهای بدن به این انرژی دسترسی پیدا کنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که انرژی آهسته و انرژی سریع بایستی بالانس داشته باشن و به این صورت هستش که وقتی ما غذا میخوریم انرژی وارد بدن میشه، وقتی ما پسیو باشیم و حرکتی نکنیم و بیش از اندازه انرژی وارد بدن بشه بدون اینکه انرژی رو مصرف کنیم، این باعث میشه که انرژی به صورت زیادی انبار بشه. اگر به صورت انرژی سریع شکر انبار بشه، وقتی انبار پر میشه دیگه نمیتونه جایگزین شکر رو انبار کنه، این تبدیل میشه باز به صورت چربی که به صورت مقدار کمی داخل کبد و ماهیچه ها ذخیره میشه و بقیه انرژی که از شکر شکسته میشه به صورت چربی دوباره برمیگرده توی ذرهای روغنی داخل سلولای چربی در بافت چربی ذخیره میشه. پس بالانس ما بین چیزی که ما انرژی وارد بدن میکنیم اگر بمونه تبدیل میشه به مریضی و سلولای چربی نمیتونه کار خودشون انجام بدن و کبد نمیتونه کار خودش انجام بده و مایچه هم نمیتونه کار خودش انجام بده. در این صورت کل سیستم انرژی متابولیسم به ناقص میشه و به اون صورتی که باید عمل کرد بکنه انجام نمیشه. 4 تا بافتن که اگر توجه کنید این 4 تا بافت به طور مستقیم نقش دارن در انرژی متابولیسم، یعنی بالانس نگه داشتن انرژی داخل بدن. ممکنه ارگان‌های دیگری هم شرکت داشته باشن ولی هنوز مشخص نیست، ولی رول این 4 تا بافت تثبیت شده. یکی لوزومعده است که پانکریاسه، یکی کبده،
یکی مای چسب و یکی بافت چربی است. پس این چهار تا بافت رول مستقیم دارن. شکر به صورت گلایکوژن انبار میشه در کبد و مایچه و به صورت تریگلیسیرید در با سلولهای چربی و کار پانکریاس من بعدم بعد میگردم بهش که چند تا فانکشن داره، عمل داره که براتون توضیح میدم. اول من میخوام استراکچر بافت چربی رو برای شما توضیح بدم. بافت چربی تشکیل شده از سلولهای بسیاری در این بافت چربی هستش، از سلولهای بنیادی، از سلولهای ایمون سیستم ماکروفیجز، از سلولهای که به ما بهش میگیم پریادوسایت، یعنی سلولهای قبل از این که ماچور بشن آدوسایت بشن، سلولهای چربی بشن، و فیبروبلاست و سلولهای خونی که ما بهش میگیم عروق اندوتلیال بهش اشاره میکنیم. اگر توجه کنیم، اگر این ذره های روغنی بیش از اندازه انرژی ذخیره کنن، این ذره روغنی بسیار بزرگ میشه، آنقدر بزرگ میشه که یه سلول چربی رو اگه شما حساب کنید به عنوان این که فضایی داره به عنوان 100%، این قطره های چربی حدود 80 تا 85% از سلول رو، از فضای سلولی رو اشغال میکنه. وقتی 85% از سلول اشغال میشه، دیگه سلول های چربی نمیتونن عمل کردی که باید انجام بدن انجام داده بشه. در نتیجه سلول‌های چربی دیگه کار خودشون رو نمیتونن انجام بدن و منجر به مریضی‌های متفاوت میشه. حالا میرسیم به اوبیسیتی، یعنی چاقی. ببینید، برای اینکه چه اشخاصی ما میگیم چاق، ما یه فرمول داریم که این سالیان سال این فرمول هنوزم مصرف میشه. حتی من از کودکی یادم میاد که میگفتن که ما میتونیم این فرمول رو مصرف کنیم که ببینیم که شخصی چاق هست یا نه. ما 3 مرز داریم. یکی بهش میگیم لاغر که یکی از اضافه وزن داره و یک کاتگوری دستم هستن بهشون میگیم چاق. ما اگر بیایم وزن بدن رو که به صورت به کیلوگرم تقسیم کنیم بر قد شخص به توان دو برسونیم، بهش میگیم بادی ماس ایندکس. اگر این زیر 25 باشه بهش میگیم لاغر، یعنی نرمال وزنش. اگر ما بین 25 و 30 باشه بهش میگیم این شخص اضافه وزنه، و بالای 30 که باشه ما بهش میگیم شخص. وقتی بالای 30 رفت، یعنی که ذره های روغنی دیگه نمیتونن انبارشونه که به صورت انرژی ذخیره میکنن به شکل تریگلیسیرید، دیگه جا ندارن و این باعث میشه تبدیل بشه به مریضی، چون بایستی که انرژی ذخیره فقط داخل قطره‌های چربی ذخیره بشه. وقتی نمیتونه ذخیره بشه به ارگان‌های دیگه، بافت‌های دیگه میره و در اونجا انباشته میشه و تمام بافت‌ها کارشون کار اصلیشون میافته. حالا من اگه این اسلاید رو من نشون میدم، اگه توجه کنین بافت چربی در مرکز این اسلاید قرار داره و میبینین که اگه به طرف بالا بیره میشه چاقی، یعنی اوبیسیتی، خیلی انرژی وارد هست، و اگه به پایین بیرم یعنی خیلی انرژی پایینه. حالا اگر ما انرژی که وارد بدن میشه نتونیم اینو مصرف کنیم و انبارها پر میشه، یعنی انبارهای ذخیره انرژی، چه انرژی که سریع است، شکر در کبد و مایچه، و یا انرژی آهسته که به صورت تریگلیسیرید در قطره های چربی داخل سلول های چربی در بافت چربی، این نتیجه هم باعث میشه این بالانس به هم بخوره و مریضی های مختلفی به از این ناشی میشه. یکیش هست بیماری های عروقی قلبی، بیماری های فشار خون، بیماری ضربه مغزی یا و آتروسکلروزی که بعدا من در بخش های بعدی صحبت خواهم کرد، یعنی سخت شدن سرخک ها، و یا مریضی قند دو، سرطان، یا بیماری های عفونی، و همچنین انسولین دیگه کار خودش رو انجام نمیده، یعنی رزیستان، یعنی که پاسخ نیست. انسولین هست ولی پاسخ نمیده.
حالا اگر اون ور قضیه رو نگاه کنیم، وقتی طرف غذای کافی نمیخوره و انرژی کافی بهش نمیرسه، یا بیماریایی هست یا جینی ناقصه و کارش انجام نمیشه، موتیشنی داره، جهشی داره، کاکسیا میگیره. و این کاکسیا مثلا بیماریای ایدز، سرطان یا اینا دیگه، حتی انرژی ندارن راه برن و به این بیماری میگن کاکسیا. پس انرژی چه زیاد باشه چه کم باشه باعث میشه به کار خودشون انجام نمیده این فتسل ها و منجر به بیماری های کمپلکس میشه که براتون توضیح دادم. حالا چند تا مثال دارم من برای اینکه اگه شخص چاق باشه، اگه توجه کنیم به این اسلاید، این بالا اگه توجه کنیم، این شخص الان حدود 300-400 کیلوه، ولی این نشون میده که این از خوردن نیست و حتما جین هاش جهش دارن و تبدیل به این چاقی میشه اگه توجه کنیم. و یکی از موردهای خطرناک که باعث سکته قلبی میشه بهش میگیم ما آنوریسما، که این در این شکل میبینی. آنوریسما معنیش اینه که دایلت میشه، سرخک های شکمی به صورت بادکنک باد میکنه، خون جمع میشه و به هی به صورت بادکنک به مرور زمان این تورم میکنه و هیچ سیمپتومی نداره. ولی زمانی که این بادکنک شما توجه کردید و یک پارگی تو این پی ایجاد میشه، منفجر میشه و تمام آب میاد بیرون. ولی اینجا ما بهش میگیم سرخ رگ، یعنی در عرض 20 ثانیه تمام حفره شکمی پر خون میشه و این سیمتوم دیگه هیچی نمیتونه نجاتش بش بده و این شخص در جا میمیره به خاطر خونریزی. در عرض 20 ثانیه 2 لیتر خون داخل شکم جمع میشه و این به صورت اینه که چربیای داخل، بهش ما میگیم ابدومینال اوبیسیتی، یا چربیایی که در شکم جمع میشه، یا به اسم معروف هست بهش میگن شکم آبجویی، که خیلی اینا معمولا در معرض خطر هستن برای آنوریسما، چون دیگه سرخگی هست که داخل حفره شکمی رد میشه که خیلی مهمه، سرخرگ شکمی بهش میگیم. و این معمولا آنوریسم به وجود میاد به خاطر فتهایی که اطراف اینها احاطه میشه. اینم یه نمونه هست از کاکسیا که این شخص اصلا توجه میکنه که انرژی بهش نرسیده و غذای کافی نرسیده، یا غذایی که باید بهش برسه مدت طولانی غذا نخورده و منجر به خیلی انرژی کم داره. این نمونه کاکسیا است. ما دو نوع چربی داریم، بافت چربی داریم. یکی بافت چربی پوستی است که این دفاع میکنه از بدن ما علیه چیزهای خارجی، و نوع دیگرش به ما بهش میگیم فیسرال، یا به زبان عامی بهش میگیم چربی هایی که احاطه میکنن بافت های مهم بدن رو، مثلا کبد. دور کبد وقتی چربی احاطه میکنیم ما دیگه بهش نمیگیم پوستی، بهش میگیم فیسرال، یعنی چربی که بافت ها رو احاطه میکنه. یکی از مهمترین مهمترین و یا میشه گفتش که خطرناکه همین چربی هایی هست که در اطراف شکم هست، چون بیشتر بافت های حیاتی در اونجا قرار دارن، مثل کبد، تحال که مهمه برای خونسازی، یا لوز و معده و کیدنی و کلیه و بافت های دیگه. یه دو نوع بافت داریم، یه نوع کودک ها بیشتر بافت، ما در کودکی بیشتر از نوزاد شروع میشه و در خیلی کوتاه در کودکی بافت ما بهش میگیم چربی های قهوه‌ای، بران فتیشو، که بیشتر هم میگن که الان مشخص شده که اینها قدرت اینو دارن که ممکنه سلول های منیادی رو حتی داشته باشن. و چون انرژی احتیاج داریم کودک، این به صورت گرما ایجاد میکنه و از گرمای زیادی که ایجاد میکنه میتونه انرژی رو برای بافتا
تهیه کنه. ولی وقتی به مرور زمان که ما به صورت بالغ میشیم، بافت قهوه‌ای از بین میره و بافت سفید یا هم بافتی که چربیایی که ما الان در تمام بدن میبینیم اون انجام میشه. ولی بعضی از نقاط بدن هنوز بافت قهوه‌ای وجود داره، به خصوص در قسمت سینه و قسمت‌های خاصی توی مغز نشون داده شده، اسکن کردن که هنوز بافت چربی قهوه‌ای وجود داره. Thank you.